بعدی این پروژه به تاثیر انواع صدا بر مواد پرداخته. این آزمایش ثابت میکنه وقتی مواد به خصوص آب در معرض صدای موسیقی آرام و دلنشین و یا افکار و مفاهیم خود قرار میگیرن، کریستال های زیبا و منظمی تشکیل میدن و زمانی که در مقابل صداهای ناهنجار و موسیقی ناموزون قرار میگیرن، کریستال های نامنظم و زشتی میسازن. اسم این پروژه هست شهود آبی، کار خانم خورشید جم. تشکیلش کنید. داشتم میامدم. چی؟ چه زود؟ نتیجه؟ شوخی. خب، تبریک. برای جایزه؟ نه، واسه که بالاخره تونستی اساتید شیمی بذاری سر کار بیت جایزه. خیلی شاهکاری. گفتم شاید آزمایشت هم باور کردی. ساده نباش، کسی باور نکنه. من خودتو قبول دارم، همین کافیه. آره تو پشت کار خوبی داری. فقط اگه دست از این کارات برداری بیا اینجا تمام وقت با هم کار کنیم همچی درست میشه. همون نیمه وقت که با هم تو لابراتوار کار میکنیم کافیه. من بعد رو پروژم کار کنم. قرارمون این نبود خوش. حالا با ایسیم بیم برسون. لازم نکرده. اگه وای همونی که توی مدرسه بهش میگفتن بیگرگ احترام دیدن باشه طبیعتاً ایکس باید احترام خانم با این وضع که تو ماشین نمیشینن. آقا مشما کردن. موازه باش اینا رو نشکنی تو راه پله ها. بارون میاد؟ پس شما کی میخواین اینجا رو تخلیه کنین؟ بابا آخر رو سرتون خراب میشه ها. از شما نگرفتیم که به شما جواب پس بدید.
ببینیم بالا لوله ترکیده، هیچ کی هم نیست درستش کنه. سخت میاد رو سر خودتون. ما قید همه چی زدیم که اومد. معلومه، صاحب که نداری. شب نصف شب میاین میرین، معلوم نیست تو چه غلطی میکنین شما. آقا درست حرف بزن. بابا چطوری بگم این خونه باز کوبیده بشه؟ ای خدا لعنت کنه اون رهنا رو که اینجوری داد دست شما. خدا لعنت کنه شما رو که هرچی عرازه رو باشه برداشتی و اینجوری ساختمون. یا تو مهناز میگه لباس خیلی که میخواد خونه رو ارزون از چنگ خاله رهنا در بیاره این کاره غلط کرده. مگه ما میذاریم؟ اگر اون مردم خرم نمیفهم. اینجا فقط اینو کم داشتیم. قشنگه نه؟ آره خیلی. بپر یه دوش بگیر شکل آدم بگیر. مگه نیستم بازه سرما میخوری. فرداد چمین هم بنداز خوشه. میخوای لباس هم بدم بپوشی؟ نه اینجا یه چیزایی دارم. چی شد دختر؟ بیام کمک؟ نه 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 بیا. کی میخوای عادت کنی؟ ببخشید من شما رو تا حالا اینجا نایده بودم. من چی کارشی؟ همکار آقای شایسته. عجیبه که آقا بهنام چیزی در مورد شما به من نگفته. مگه باید بگم؟ خب آره، به خاطر اینکه آقا بهنام اینجا تقریبا خونه دومشه، اقلا هفته ای سه روز میاد اینجا سر میزنه. فقط همونه که به این بند خدا سر میزنه. اصلا بهش نمیاد. اتفاقا چرا؟ خیلی هواشو داره، به خاطر همینم خیلی با ما کنار میاد. نبته منم کوتاهی نمی کنم و بساوی تر خوشکش می کنم، بامبولشو به موقع تزریق می کنم، ولی خب فایده ای نداره، تصادف خیلی رحمه. خودم نبود بامبولشی. خبر سلام. چرا خبرم نکردی؟ نخواستم به زحمت بیافتی. بی بشین. ممنون. خوشحالم که اومدم. خواهی بگی ارتعاشات با فرکانس های مشابه تنین ایجاد می‌کنن. آبم همینطوره. مادام تحت تأثیر حرکات و رفتار و حتی نوشته‌های ما قرار می‌گیره. تو هم داری جون میکنی زبون آبو ترجمه کنی. خوبه مثل این ساماتو عقلت از دست دادی بابا. حالا حسن هر چی به فرض که حسن اینطور باشه امکان نداره. این همه ارتعاش زبون این ارتعاشات گیجت میکنه بیچاره. از پا در میاد. من آب آزمایشمو کنترل میکنم. چی؟ آب آزمایشو کنترل میکنم. چطوری؟ ارتعاشات قبلیشو پاک میکنم. نمیذارم تحت تاثیر چیز جدیدی قرار بگیره. مثل آب مقطر. آقا بنازم به این همه. رو؟ البته. یکمی هم بده. از تو یاد گرفتم. دو ساله که مدام میری بیمارستان از فهیمه عیادت میکنی. در حالی که اون تو کماست تو روی اون تاثیر میذاری. این خیلی اراده میخواد. تاثیر میذارم. خوبه. حواست به همه جا هست. خوبه. فهیمه برای من همکار خوبی بود. به گردنم حق داشت. جز بابای پیرش کسی رو نداره. همه گذاشتن رفتن. چه معصوم شدی. نتیجهش باید قشنگ در بیاد. بالاخره نفهمیدی چرا بعضی از بلورای عکسای قبلیم یه جورایی ناقصه؟ مثل حال آدم میمونه دیگه. همیشه که خوش نیست.
راستی اگه خاله رعنا اینجا رو بگیره چی؟ گفته جایزه بگیری 3 ماه دیگه میتونی کار کنی. وای چه خاله ای. اگه خاله رعنا رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ مثل بچگی ها که خونتون ترون بود ول میگشتیم. یه تو موقع یه چیزی با هم میخوندیم. آویزونت هم نه؟ خفه دیوونه. تا داری برام کار میکنی؟ نه واسه دل خودم کار میکنم. کوف نگیری. دل منو تو یکیه. این کار کیه؟ فهیمه. آخه امروز هم بهش بیمارستان سر زدی؟ میزنم حالا. ایزد بانوی آبها فرشته مکمل عشقها زایشها برکت و باروری در عهد باستان آناهیتا برای میترا الهه خورشید. چطوری؟ خیلی استادانه است. متشکرم. واقعا خود ساختیش؟ نه پا شک داری خوب بپرس. حالا دلخور نشو. اصلش کجاست؟ اگه اشتباه نکنم فکر کنم توی موزه‌ای توی لندن. چه قرنی؟ 500 قبل میلاد. فکرشو بکن. دستایی که اونو ساخته. ارتعاشات اون دستا. خیلی خوب میشد اگه ما میتونستیم. بیا پایین بابا، بیا پایین یه ذره منم بفهم چی میگی نخبه. فکر کن اگه بشه اینو یه طوری ساخت که خدمتش با اصلش یکی باشم وقت میشه؟ میشه. نگفتی چطوری؟ باید. باید چی؟ باید بعد ارتعاشات اونو کشف کرد. چی؟ بعد ارتعاشات اون دستا رو کشف کرد. برو بابا دلت خوش تو هم. همش دنبال چیزایی هستی که نمیبینی. میگن زندگی بسیار بیش از اون چیزیه که مینماید. تو هم پد چشماتو به من که دیگه ما رو نبینی آبجی. مهناز؟ مگه نرفتی کرج؟ چه کاری تو کردی دختر؟ چی کار؟ در کارگاه رو چرا باز گذاشتی؟ مگه میشه بستم؟ عاشقی تو؟ امکان نداره. روی موش هم افتاده بود تو تله اندازه یک گربه. گرفتیش؟ آره؟ میخوای ولش کنم تو کیفت مثل اون دفعه خدمت جزوات برسه؟ نگو جون مادرت. احمق جون شانس آوردی موش اومده. دوز میومد چه غلطی میکردی؟ خورشید جون بستم. لابد موشه باز کرده ها؟ نمیدونم. نمیدونی؟ حالا چیزی دست نخورده؟ نه همه چی سر جاشه. برای اینکه میگم باز گذاشتی دیگه تکرار نمیشه. به موقع برمیگردی ها. خدافظ.
چیه؟ خراب شده؟ نه یه چیز عجیبی توی نقصه ظاهر شده که سردر نمیاره. ببینم نباید هم بکنم اینو چی هست اصلا؟ اصلا کلوم وریه؟ حتما یه چیزی هست. دست تکون خورده بابا جون، همه رو پاره کن بریزی کن، پول کاغذش هم با من نتن. ببین خانم چی میخواد؟ فقط این نیست که تکون خورده باشه، مرحله به مرحلهش ثبت شده. مهناز حالش خوب نیست. مهناز آخه این عکس مال اونه. آخ آخ دیدی چقدر بهش گفتم بچه برو دنبال کار زندگی، دقیقا دوربر این خورشید نگر، اونم تو دیوونش کردی باور کن. معنی نداره خورشید، تو همه چی رو میخوای از دریچه اون میکروسکوپ بفهمی؟ چشم ما که نمیتونه همه چی رو ببینه، میکروسکوپ دروغ نمیگه. دروغ گنده تر از این؟ ما اینو نمیفهمی. نمیفهمی؟ چی هست که باید بفهمی؟ هر کسی دل مشغولی خودشو داره. بله ولی خیلی ها دل مشغولیشون واقعی، بعضی ها توهم. شاید توهم این چیزیه که ما میبینی. بس کن بابا. آب چه توهمی میتونه داشته باشه؟ خب آب چه میدونم، من میگم این عکس ها همش توهم. توهم واقعیت اینه. خوب چشاتو باز کن نگاش کن، ببین خودم ساختم. مردم هم بالاش پول میدن. پول؟ چقدر بهت گفتم ول کن و موشتینی رو، بیا با هم روی این اشیای موزه‌ای کار کنیم. پولی که لازم داریم تو اینه. خرجت نمیره که. اینجا کی قدر تو رو میدونه؟ من برای رسیدن به استقلالم هر کاری میکنم. حالا تو خوب چشاتو بکن ببین این چی اینجا هک شده. چرا از اون دانشمند ژاپنی چی به اسمش؟ ساماتو. دکتر ایموتو. ایموتو. چرا از اون کمک نمیگیری؟ اون بعد بدونه چرا این عکس اینطوری شده. ها طوریت شده بهناز؟ نه خوابم میاد. تا حالا تو مترو نمیخوابیدی؟ جرمه؟ نه ولی مگه قرار نبود دیشب خوب استراحت کنی؟ کردم. پس چی؟ تو یه چیزی دستا؟ مریضی چیزی نداری؟ نکن. تازگی با خواهرت دعوت نشده؟ با کسی به هم زدی؟ چند دفعه باید به هم بزنم؟ چند دفعه باید به هم بزنم؟ خب چرا نمیذاری بخوابم؟ مشکلیه؟ بیا بگیر بخون. یکی از همکلاسی‌های سال اولمو کشتن. چی میگی؟ پارسالی ما بیشتر با هم نبودیم، بعد انتقالی گرفت رفت کرمون. این کجا بوده؟ یکی گذاشته تو کیفم. کی؟ چه میدونم؟ یعنی چی؟ یعنی که میخواد منو بکشه. راحت شدی؟ این نتیجه آخرین عکست مرنوز؟ نه به من نمیگی چی شده؟ اینا چیه؟ از من میپرسی؟ تو این مشکل روحی داری که من نباید بدونم. نه به خدا خورشید، یه گیر عشقی بود مال چند سال پیش، خودت که میدونی. این عکس من نیست،
لابد عکس منه. چه میدونم؟ مگه قرار نبود به هم اعتماد کنیم؟ اگه راستشو نگی به اشتباه میفتیم. من که بهت گفتم دوستمو کشتن، خبرشو گذاشتم توی کیفم. برو بابا، تو چقدر ساده ای. یکی خواسته سر به سرت بذاره. من که با کسی این شوخی ها ندارم. با خواهرم هم دعوام شده که چرا شبا اینجا میخوابم. اینا همش مال بعد آزمایشه، نمیتونه تأثیر بذاره. وای ایمود، من برای شما تصویری فرستادم که شبیه عکسی است که برای من فرستادید. این تصویر واکنش آب به کلمه human cloning شبیه سازی انسان. اینکه آب سعی دارد که چه چیزی به ما بگوید برای من مشخص نیست. عکسی که شما برایم فرستادید رمز و رازی دارد که نمیتوانم بفهمم. شبیه سازی انسان. راز و رمز، اسرار، علم، حروف. راز و رمز، حروف، اسرار، علم، اسرار. مطمئنه این عکس واقعیه؟ قطعا. میگم نکنه مهرنازم شبیه سازی شده است که تهدیدش کردن. را تو برو بابا، چه رفتی داره؟ ساماتو هم مثل توه دیگه. ایموتو. حالا ببخشید ایموتو مثل توی تختش کجی. تو این دور زمان آدماش نمیفهمن، چه برسه به آب. اصراری ندارم تا هم قبول کنی. هنوز عقلم سر جاش خوشید. خر که نشدم. بابات حق داشت بیرونت کنم. خونه جای کار نداشتم، اینجا براش قابل تحمل نبود. ولی مطمئنم بالاخره یه روزی میاد دنبالت. آقا ببخشید، امانی همینه؟ بنبست مسعود کدوم میشه؟ همین؟ بله. مرسی. کجا بوده؟ این در واقع یه بخشی از این عکس میکروسکوپی این مولکول آبه که تو شرایط خاص اینطوری ظهور کرده. این قسمتاشو هم بزرگ نمایی شده. این کار از حیطه من خارجه، باید بیشتر بگردید. حتما کسایی هستن که بتونم بخونم. اگه این کارا رو واسط میکنم فقط به خاطر اینه که یه روزی دست از این کارت برداری بریم یه گوشه دنیا راحت زندگیمونو بکنیم. بابات هم همینو میخواد. من تا پروژم تموم نکنم با کسی زندگی نمی کنم. بابام هم اینو میدونه. میخوای پیاده شم؟
جوونی چی میشه؟ چشم هم بزنی پیر شدی. حیف. ما 10 سال از هم دور بودیم. همیشه به یادت بودم. برای همین پیدات کردم. پدرت قدیما توی تأسیسات کار میکرد. درسته؟ دوستاش چی کارن؟ دارو سازن. مامانت چی؟ اونم توی آزمایشگاه کار میکرد. الان که خونه داره. بیرونش کردن. چند سالت بود؟ یادم نیست. این رد رو پیشونید قبلنا نبود نه؟ تو این 2 سال نپرسیدی. بدترین خاطره زندگی چیه؟ همه زندگی من همه زندگی بد بوده. خیلی خوب، گریه نکن. ببخشید. تازه داره خوب میشه که تو داری خرابش میگالی. به من میگی موقعی آزمایش به چیزی فکر نکن، ممکنی امواج فکری رو آزمایش اثر بذاره. ولی خودت هرچی دهنت در میاد به من میگی. کجا میری؟ دیگه نمیتونم. مهناز، یه دقیقه صبر کن. مهناز. وحشی های عوضی شب و روز ندارن. خوب ترسیدی ها؟ نه. معلومه. قهر کردی؟ پاشو بیا چای نطلبیده مراده. ببخشید چی کار کردی؟ اب نداره، آب روشناییه. صبر کن، ولش ول کن. صبر کن، صبر کن، اجازه بده. ول کن دیگه. من بودا گند زدم رفت. دلخوری عجم؟ اصلا. پس چرا نمیخندی؟ پیله نشد دیگه. بخند. به چی باید بخندم؟ بیمزم. میکشمت. چایی چایی سرد شد. چایی سرد شد. دوست دارم ببینم آب درباره آناهیتا چه نقشی میزنه. ولی باید با تکلیف نازمش تو رو معلوم کنم. مهناز اون پرده رو بکش، اینجا داره گرم میشه ها.
زدی؟ باره بابا شوخی میکنی. شوخی چی اولاق؟ ما عکس گرفتم، ما عکس گرفتم، ما عکس گرفتم، ما عکس گرفتم. وای اون آزمایش نشون میده که آزمایش قبلی مربوط به تو نیست. مربوط کیه؟ یه آدم خیلی بد، یکی اون شب اینجا بوده. اوی نگو میترسم. به جای اینکه بترسی در رو ببند نمکی. پس ببینیم خونه ساناس فردا امتحان داره، میخواد باش شیمی کار کنه. من اونجا راحت نیستم، فردا هم کلاس ندارم، میخوام بگیرم بخوابم. اونجا هم میتونی بخوابی. اصلا حرفشم نزن با اون مامان خلو چلش. خیلی بیمزه. ببین برو تو فایل بی، تاثیر سمفونی 9 روی مولکولای آب تازه دانلود کردم، خیلی قشنگه، حتما ببین. من رفتم. شب بخیر. خوش باشی. زر زده بابا باور نکن. میترسم. هر امالی میتونه اینو بگه، تو که نباید هرکی هرچی گفت باور کنی. بابا این آدم با بقیه فرق میکنه، محققه، جفر و ابجد و از این چیزا. خب همینطوری که حرف نمیزنه حتما یه چیزی میدونه. کجایی الان تو؟ قنادی، تولد مهنازه. خوبه، خوش بگذارش، ولی این حرفا رو باور نکن تا که خود اهل علم. باشه، باور نمی کنم. فعلا. به به ما هم دعوت شدیم. شیمی هاشی میکردیم. خوش بگذره. مهناز مهناز لوس نشو دیگه.
غم آخرت باشه خانم جم. شما به کسی مشکوک نیستی؟ والا چی بگم؟ اینا از صبح همه رو سینجیم کردن. چقدر گفتم اینجا به درد شما نمیخوره، در و پیکر نداره. اینجا خونه منه، حالا حالا کار دارم. بازم میگم چند شب قبل جنایت یکی این درو باز کرده. هیچ مدرکی وجود نداره خانم. عکس میکروسکوپی مهناز اینو ثابت میکنه. اون شب تغییر کرده. اون عکس نظر قضایی هیچ ارزشی نداره. ما مدرکی میخوایم که بشه روش برنامه ریزی کرد. بهتون ثابت میکنم. شیرینه بازم من بششون ببرم مشکل بود. شما اون شب اینجا آدم مشکوک نهیدی؟ به کسی نگو. من دیدم یه جوون از ماشین پیاده شد، هی اون بالا رو نگاه میکرد. آخر شب بود، من رفتم نفهمیدم چی شد. ماشینش چی بود؟ گلف خانوم. چه رنگی؟ قرمز. این این لبو. پرشی چه خبر؟ بچه بریم تو آتلیه. بعد پدر مادرت میگفتی سر اون بدبخت چه بلایی اومده که بریزن اونجا رو تعطیل کنن. اونا الان دست بردار نیستن. کدوم احمقی بهشون گفته؟ چرا از خودشون نمیپرسی؟ تو با این کارات داری همه رو از خودت میرونی. حتی تو رو؟ من نگرانتم خورشید. نمیخوام تو رو بکشم. واسه همین شبا میزنی بیرون میای اونجا؟ کدوم شبا؟ شب که مهرناز رو کشته. نه 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 من اونجا نبودم. میگن اون شب من اونجا با ماشینم دیدم. راست میگم.
برای چی رفتی اونجا؟ میگن رفتم مهناز باباشم. مسخره است. ده تا بازجویی. تو که باور نمی‌کنی. چه حرفیه؟ تو که دیروز به من گفتی اونجا نرفتی. آره خواه. از همین وضعیت میترسیدم. عکساتو چاپ کرده بودم میخواستم بیارم تحویلت بدم. اون وقت شب؟ آره دیدم چراغای آزمایشگاه خاموشه. برگشتم. آها. پس برای همین این ماموره میگفت قضیه عکسا چیه؟ چی بهش گفتی؟ گفتم نه. چه میدونستم؟ ای وای. کارم داره بیخ پیدا میکنه خدایا. چیزی نیست. اونا به همه شک دارن. حتی به من. تو که اینقدر باش رفاقت داشتی که حتی مرگش از قبل حس میکردی. های بال من. تنها شدم به نام. مسائلشون رو تحویل بده بره. یه مظنون دیگه، بلند شو بیا، باید ببینیش. باشه چشم، حتما. این عکس رو میشناسی؟ شما این مرده میشناسید؟ باید فکر کنم. تا کی؟ تا فردا صبح بهتون میگم. Thank you.
الو جناب سروان جاهد لطفاً. من مطمئنم اون یه شب دیگه وارد ساختمون شده. نمیشه خانم، اون آدم خطرناکیه، دارن میبرنش. صحبت من ممکنه به روند بازجویی کمک کنه، همونطور که قبلا هم کرد. بد موقعی اومدین خانم، بد موقعی. فقط چند دقیقه، خواهش میکنم. باشه، برید وسایلتون رو تحویل بدید. تماس میگیرم که باهاش 5 دقیقه صحبت بکنی، اونم تو ماشین. خانم، فقط 5 دقیقه. 5 دقیقه میشه، وقت نداریم. چرا اونو کشتی؟ برو بیرون تو عالم وهم نزدی. با یه خبرنگار اینطوری حرف نمیزنن. خبرنگار؟ شما دختر همتون دروغ میگین. خانم محقق دانش آموخته شیمی، قهرمان المپیاد جهانی 2005، درنده جشنواره آزاد دانشجوی بودی، درسته؟ تو از کجا میدونی؟ من همون قضی به کارم واردم که تو به نانو تکنولوژی. نانو؟ تو کارت چیه؟ مسافر کشم. تو بازجویی گفتی عاشق مهناز بودی و دنبالش افتادی، ولی من حرفتو باور نمی کنم. آره، ازش متنفر بودم. چرا؟ قبل از اینکه حتی هم متنفرشتم برو گامشه بیرون. برو. خوب گوشاتو بکنم ازی، اگه نگه چرا اونو کشتین و تا آخر تو حلقت فرو میکنم. من عکسایی دارم که ثابت میکنه تو اون قاتل احمقی. عکسای میکروسکوپی ها به اشتباه نمیکنم. هیچ کی باور نمیکنه ولی من زدمش رو دیوار. بکش کنار. چی سر جات؟ من 5 سال امتحان کنکور دادم، میفهمی؟ 5 سال. خب که چی؟ بی سواد نیستم، از دخترهای مثل تو خیلی بیشتر میفهمم. تعداد دخترها خیلی زیادن، بقیه هم که با سهمیه وارد دانشگاه میشن. من نه دختر بودم نه سهمیه داشتم، تنها چیزی که داشتم یه عالمه مشکل بود. تازه وقت خرج خانوادم هم میدادم، اما دیوونه علم و دانشگاه شده بودم. خب میخواستی بیشتر بخونی؟ خوندم، سال 5 قبول شدم. خب پس چی؟ باشه بیا برو خانوم، ببین چی کارایی درست ما، بیا برو دیگه. بله؟ دنبال چی هستی؟ من هم قاتل مهرناز. شما کی هستین؟ بهنام با نترسی. نونور از کجا زنگ میزنی؟ یه جایی هم آزادت کردن؟ آره بابا، گفتن ماشینم شبیه همون ماشینی بوده که دنبالش بودن، شمارش فرق میکرد. یکی از همسایه‌ها دیده طرف رفته تو ساختمون، 2 رقم شمارش رو برداشته. حالا برو تو کاری. متهم اصلی هم گرفتن. حالا چرا به من نگفتی چه اتفاقی افتاده؟ اگرم میترسی میخوای بیام پیشت بمونم؟ اصلا چند شب بیا پیش خودم. یه زنگ به خونه بزن، مادرت ناراحته. خانم جم، از اداره آگاهی هستم، حتما یه تماس بابا بگیریم. چرا نمیفهمی؟ اون داره زجر میکشه، تنها کسی که میتونه کمکش کنه تویی.
خواهش میکنم یکم فکر کن. نه عزیز من، نمیتونم آقا بهنام. آره خب بمیره تا پولی گیرت نمیاد. آره خب خداییش تو این مدت خیلی کمک خرج بودی، دست شما درد نکنه. تو اونو از این وضع نجات بده، مشکل مالیت با من. نه نمیشه، قتل عمده. اون روزای اولی هم که یه بار میخواستی به قول خودت راحتش کنی که من رسیدم، خیلی شانس آوردی که به کسی بروز نداشت. شانس نیاوردم، شانس نیاوردم، با پول دهنتو بستم. بالاخره حالا که چی؟ اون همینطورش هم مرده، بیا انسانیت به خرج بده، خلاصش کن. شاکی هم که نداره. نه آقا جون نمیتونم، غیر قانونیه. صدا تو بیار پایین. پولایی که دال از من گرفتی چی؟ قانونیه؟ تا کی میخوای به این زندگی سگیت ادامه بدی؟ حالا این پولی که تو میخوای بدی مگه چه دردی از زندگی من دوام میکنه؟ چقدر باید بدم؟ ولی دیگه چقدر باید بدم؟ بدین دیگه، یه 5-6 میلیون صابخونه داره از با اساسی همون میرسه تو خیاب. باشه باشه، برای راحتی فهمیده. باشه کیفتون رو لطفاً بذارید اینجا. بفرمایید. از این طرف تو. بازش کن. مامورا گفتن اگه نتیجه تحقیقات منو ببینی با هم حرف میزنی. اینا پیش من میمونه دیگه. سال سوم کارشناسی بودم که یهو همه چی عوض شد. وزارت علوم یه 5 نفر بورسیه میخواست. آزمون تلخی گذاشته بودن. مهناز جونم قربونت برم، چی شده؟ قبول نشده که نشده گریه نداره، دیدی که حالشو گرفتم. با چی داری گریه میکنی؟ 4 تا دخترها اسمشون جلوی من بود، اونا قبول شده بودن. من نفر 5 قبولی بودم. مهناز نفر 6 شده بود. مهناز با رتبه 6 رد شده بود. نمیتونم چرا نمیتونستم عشقاشو ببینم. بفهم. آخرش رفتم انصراف دادم تا اون بتونه قبول شه. از اون روز به بعد من رفتم تو آشیه و اون رفت اومد. همه تحویلش میگرفتن. دوستای احمقش نمیتونستن ببینم ما میتونیم زوج خوشبختی بشیم. اونا کار خیلی بدی میکردن، ولی چه ربطی به مهناز بیچاره داشت؟ ببینم این طرف صورت من قشنگه نه؟ تو حتی نمیتونی بهش نگاه کنی، ولی اونا منو به این روز انداختن. فکر نکن چون انصراف دادی حقی به گردن من داری. اگه حقی هم داشته باشم قطعا به خاطر انصراف دادنم نیست. برای چیه؟ به خاطر حسیه که نسبت بهت دارم.
ولی من یه حس دیگه ای نسبت به تو دارم. اصلا نمیخوام بشنوم. از چی میترسی؟ ترس از اشتباهی که مرتکب شدم. کسی وادارت کرده بود؟ آره. واقعا کسی وادارت کرده بود؟ کی؟ کی؟ یه چیزی بین عقل و عشق، اصلا نمیشه توضیحش داد. من اصلا حرفای تو رو نمیفهمم، باید برم. وایسا. قبلا همه حرفای منو میفهمیدی. هر سوالی داشتی میمدی پیش خودم، یه دفعه خنگ شدی؟ به خاطر اینکه اون موقع حرفای روشنی میزدی. دیگه روشن‌تر از این؟ حتما من مثل تو فیلم‌ها داد بزنم دوست دارم. آره؟ برای چی؟ برای چی؟ چون دلم پیش تو نیست. مرکل پیشه کیه؟ به بهرامو میشنسی؟ کسی بازارت کسی بازارت برگشتم خونه، حرفای اون همش تو سرم میچرخید. رفتم تو آشپزخونه، تصویر اون دوستای لعنتیش همه جا بود. یادم رفت شیر گازو ببندم. وقتی برگشتم با یه کبریت رفتم رو هوا. تنفر چیز بدیه خانم جم. اونقدی که تصمیم گرفتم از آزمایشگاه دانشگاه اسید بدوزدم و بپاشم رو صورت همشون، حیف که لو رفتم. دانشگاه اخراج شدم و در به در شدم. تو یه بار دیگه هم اومده بودی تو ساختمون سراغ مهرناز، درسته؟ اون شب خودش اونجا نبود، ولی عکسش اونجا بود. دیدن اون عکس آزارم میداد. اون آشغالا 5 سال تراش منو به مسخره گرفته بودن. من با آزمایش آب فهمیدم که تو با اون فکرهای وحشتناکت اومدی تو ساختمون. ولی کسی حرف منو باور نکرد. ولی من تحسینت میکنم، چون علمو باور دارم. اصول تردید تو فیزیک کوانتومو میفهمم. فکرشو بکن، هر بار که به الکترون ها نگاه میکنی جهت حرکت اونا میتونه عوض شه. پس بستگی به افکار آدمی داره که بهشون نگاه میکنه، درسته؟ همیشه آرزو داشتم با چشمای خودم از پشت میکروسکوپ ذرات زیر اتمی رو ببینم. این فرصت بهم داده نشد. Thank you.
اگه من انصراف نمیدادم شاید الان با هم کار میکردیم. اون وقت شاید من بهتری بودم. بیا بیچاره مهرناز. فقط مهرناز نیست خانم جم، نگفتم. یعنی چی؟ چون فکر میکنم میفهمی، برای همین به اونا گفتم فقط به خانم جمع اعتراف میکنم. حالا چی میخوای بگی؟ اون دختر ها 3 نفر بودن، بیشتر از 2 سال طول کشید تا هر 3 تاشون رو بکشم. مهناز سومیش بود خانم جمع، البته کسای دیگه هم هستن، دستم بهشون نمیرسه. اینو میتونی به بقیه هم بگی. اینجا نوشته بودی یکی از این عکس‌ها مال منه، یه رمزی داره که نتونستی بازش کنی. شاید بتونم کمکت کنم. کجایی؟ دارم میرم فرمانیه، میخوام تو شب از شهر عکس بگیرم. میام میبینم. قاتل عکس مهرناز رو کنار بطری آب دیده، برای همین افکارش رو آزمایش تأثیر گذاشته. تو این وضعیت از من نگه، خوب نیستم. باشه نمیگیرم. تو باورت شده از طریق اون عکس فهمیدی قاتل قبلا اونجا بوده؟ آره، البته هنوز مطمئن نیستم. تناقضاتی تو آزمایش هست که باید رفع بشه. دنیا پر از تناقضه، اینقدر که دیگه نمیشه از هم تفکیکشون که. هر چیزی الگوی خاص خودشو داره. هر عکس میکروسکوپی از بلور آب یه الگوه. اگه بتونیم الگوهای مختلف رو بخونیم اون وقت میتونیم به شعور هستی پی ببریم. پس تکلیف رازداری چی میشه؟ آدم همینجوری هم زیادی دارن فضولی همو میکنن. در آینده نزدیک دیگه رازی وجود نداره که، همه چی برملا میشه. اوه چه بد. وقتی یه کلمه میتونه شکل مولکول آب عوض کنه، پس رو بدن من و تو چه تأثیری میذاره وقتی 75% وجود ما آبه؟ فکرشو بکن، با گفتن یه جمله دوستت دارم همه ی وجود آدم زیبا میشه. به چه خوب. پس بیا حرفای قشنگ بزنیم دیگه. چرا گیر دادی به قتل و جنایت و اینجور چیزا؟ شهرهای بزرگ دنیا پر از قتل و جنایته. هیچ میدونی وقتی اثر انگشت رو کشف کردن چقدر دزدا و قاتلا به دام افتادن؟ همینطور گروه خونی به قاضیا کمک کرد که عدالت رو بهتر تشخیص بدن. فکرشو کردی؟ یک قطره خون ارزش اجرای عدالت رو پیدا کرد. دی ان ای هم همینطور به کشف رازا کمک کرد. با کشف رازها جنایت کمتری اتفاق میافته. دنیا به صلح و آرامش میرسه. بالاخره آدم ها به علم اشیا اشراف پیدا میکنن. آره اول بعد، ولی فکر بالا سیر کردن شکمشون بکنم، این بهتره. کمن آدم هایی که زیر بار فرق دوام میارن. بانگ زدی؟ هر وقت میخوام یکم احساس خوشبختی کنم این رفیقم قرض میگیرم، ولی بالاخره یه روزی میخرم. یا
دلم خواهد بدونم تو این دختر چی کار میکنه. میخوای بیای ببینی؟ میشه؟ این آقایونی که عکسشون رو زدی به دیوار کیان؟ بسطی پروفسور رابرتو. سمت راستی ویلسون بنتلیه، اولین کسی که تونست از دونه های برف عکس بگیره 123 سال پیش. سمت چپی هم که دکتر ایموتوه، اولین کسی که تونست از مولکول های آب عکس بگیره 1998 میشه 11 سال پیش. تو چی؟ تو هم اولین کسی هستی که میخوای دنیا رو از شر همه پلیدی ها نجات بدی ها؟ من اصلا همچه ادعایی ندارم. چه اجازه این کار کردی؟ کدوم کار؟ این عکس من از کجا آوردی؟ نشنیدی؟ پرسیدم این عکس من از کجا آوردی؟ از اداره پلیس. پس باهاشون همکاری میکنی؟ نه به خدا. چرا؟ برای چی برش داشتی پس؟ برای چی برداشتی؟ از رو کنجکاوی. رو کنجکاوی برداشتی؟ آزمایشش کردی؟ خب آره. من چه خرم؟ فکر کنی من مهراز رو کشتم؟ نه، این چه حرفیه میزنی؟ اصلا امکان نداره. دروغ میگی خورشید، دروغ میگی. ببین بنا، این نتیجه عکس تو تمام معادلات منو به هم زده. نتیجه چی میگه؟ نتیجه میگه منم مثل بقیهشون یه قاتل بلفطرم. ببین آره، اینو داره میگه. من بعد عکس آدم مطمئنه میگرفتم با عکس اون کسی که بهشون شک دارم مقایسه اشتباه شده. دیگه به هم اعتماد ندارم. خودت حالا کجا داری میری؟ وایس با هم حرف بزنیم. کدوم حرف؟ با این آزمایشای مسخره‌ات؟ بهنا دست از این کارهای احمقانه ورشی زنگ بزن. مکت ما در موقعیت مورد نظر نه اینجا نمید نه. بله کجایی بابا؟ از صبح تونه دارم تماس میگیرم نمیتونم بگیرم. چی شد؟ تماش کردی؟ فهیمه به هوش اومده. چی؟ خیلی خوشحالم که اون کارو نکردم. الو، شما خوشحال نیستی؟ الو؟ اصلش کن چرت میگی؟ فهم مسخره تو ها؟ بگه فهم اینو بارو میرم دیست مو چی فستنی من میدونم تو سلام کن. طرفا حالا چی کار میخوای بکنی؟ دیگه نمیتونم اینجا بمونم، باید فرار کنم. کمکم کن. یه چند روز به این فرصت بده. خیلی دیره. بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. همینجا بمون. جبران میکنم. خیال شو. حتما اینم حکم جلبه. خورشیده دیوونه میگه حتما باید ببینم. نصف شبی دلشو نشکن. برو. فردا قرار گذاشته چیکار کنم؟ شک نکن. برو. شاید میخواد باهات بیاد. موتورت هم میدی؟ شما جون بخوا. هنوزم میپری؟
نه گرفتاریم زیاده. سلام. سلام. خوبی؟ ببین بابت دیشب واقعا بگذاری. یه شرایطی برام پیش اومده که باید برم. کجا؟ یه نمیدونم یه جایی خیلی دور. تو یه منطقه. کسی دنبالت نبود؟ وا برای چی؟ بیا برات میگم بیا. خونسرد داشت دوره اطرافت نگاه نکن. چی شده؟ آروم باش دنبالم. کی؟ باید فرار کنم. تو چی کار کردی؟ زنده موندم برات میگم. چرا این دو سال بهش میرسیدی؟ میخواستم اول راحتش کنم. پرستار سر رسید نشد. بعد داشتم پولامو جمع میکردم بزنم بیرون. به هوش اومد و همه چی خراب شد. به هوش اومد؟ قرار نبود کسی رو بکشم خورشید. قرار نبود. کاری که داره میکنیم درسته